با سلام درود احترام خدمت هموطنانم در جای ایران و دنیا. خدمت شما هستم که فراخوانی که دادم چند نفره با پیام دادن، ولی خب صادقانه بهتون بگم، چون من معتقدم، اعتقاد قلبی دارم، اعتقاد قبلی دارم، اگر مشکلات درست عنوان بشه نصفش حله. من خدمت رو عرض کردم و از این هم خوشحالم، واقعا خوشحالم، قلبم خوشحالم، روحم خوشحالم، وجدانم راحته که من تا جایی که تونستم کار خودم کردم و بی تأثیر نبودم. حالا همت دوستان هست و اینم بهتون بگم که من برگردونم من ایران یا برگردم ایران یا هرچی بشه بازم برنده هستم، اینجا هم بمونم برنده هستم. من کار خودم کردم و تا جایی که بتونم تونستم گذاشتم برای برنامه آینده کشور، ولی یه توانی دارم، یه حدی دارم. امروز دیگه احساس کردم سر شدم روی غذایی ها. واقعا سخت، روزای سخت، ساعت سخت رو هم میزده، اما فراموش کنیم بیان کنم بیان بحث سیاست. اسرائیل یک شانس تاریخی آورد، یک شانس تاریخی بعد 70 سال آورد، ولی قدرشو ندونست، قدرشو نمیدونه، چون خلایق هرچی لایق. دوستان من نه طرفدار اسرائیل هستم، نه طرفدار حماس هستم، من طرفدار حق حقیقت و کشورم و ملتم هستم. آقا تو حرف حکومت چی؟ حکومت خری کیه؟ دستشان دیسر اشغال هست. این از من بپذیرید. تو تعصب داری، من چی کار کنم؟ آقای بهایی تو تعصب داری، من چی کار کنم؟ تو چرا بار دست حکومت میدی؟ چرا این کارو میکنی؟ پس تو خودت تنت میخوره. خود دوست من قسم نمیخوره تو. من بهایی زیاد میشناسم، دوست زیادی دارم. اصل 48 اکثرا این اکساز خیلی خوبی هستن، نجار خیلی خوبی هستن، هنرمند خیلی خوب، اما تعصبشون رو دستوری کار میکنن که تا انگلیس دخالت کنه، اون دخالت کنه. دوست عزیز بهایی، دوست عزیز بهایی، دوست عزیز، گوش کن. هر آسیبی که ملت ایران از اون دفاع تو، دفاع علکی تو برسه، مقصر تو هستی، تو هستی، تو هستی. شما 200 سال پیداتون شده، اونا گذاشتن شما رو که بهانه کنه مردم ازت کنن. تعصب بذاری کنار، برگردید به عقل و احساس خودتون، برگردید اینقدر به شما چی نیستید. من اهمیت نمیدم بهتون، چون شما خودتون برای خودتون اهمیت قائل نیستید. تو کشور ایران هستید، از نون، از نون آب و خاک ایران استفاده میکنید، بعد نوکری دیگری میکنید، چه خاصش نه خاصه، هیچ فرقی نمیکنه. آقا گفتم باهاش بود نیستم، چی میشه؟ دنیا به آخر میرسه؟ متعصب بگو نیستم باهاش، تموم شد. که بهانه دست اونها بدی، مردم بخوام بترسن انبار شما رو بگیرن اعدام بکنن، که چی؟ تو اگه خدا رو میپرستی تموم شد فکر کارش نه، خدا مرد تو قصه بخور. بگذاریم، من دوست دارم راجع به اسرائیل صحبت کنم براتون. اسرائیل شاهزاده اومد یک فرصت فوق العاده طلایی بهش داد. حالا ملت چه خدمت عرض میکنم، تا نگفتن رو بهتون میگم. شازده میدونست که بخواست اسرائیل بخواد بره، حرف های سخن زیاد هست، اما اومد و کاری کرد، کارستون اومد رفت اسرائیل، به مردم اسرائیلی که من هستم، ما هستیم، در تاریخ هم بوده، ما همیشه به داد یهودی ها رسیدیم. یهودی ها کینه ورزترین، بیشرفترین، نامردترین انسانه کنیزنین در بابود خانواده خودشون هستن. حالا وای بال دیگران، آنکه با مادر خود زناکار با دیگر چیکار کنن. از اینا بدتر فلسطینی هستن، از اینا جنایتکارتر فاسی فلسطینی هستند، نامرتر فلسطینی هستند، جفتشون با هم در تخته جور در میان. اما فرصت شازده بینا داد که قدرش ندونستن و نمیدونند، الان اعلام کرده اسرائیل که حمله مستقیم ایران میکنه. فکر میکنید برای چی این کار رو باید بکنه؟ به نجات این حکومت ننگین، به نجات این حکومت جنایتکار، حکومت خائن، چون خودش هست، تو ذات خودشه. اما اسرائیل کور خوندی، تو حمله مستقیم بکنی، غیر مستقیم، هر کاری بکنی، تو محکوم به نابودی هستی با این کارات. حکومت ما محکوم به نابودی است، هیچ شک نکن. حکومت آخوندی هم همینه. این همه سال سیاه‌بازی کردین، شو اجرا کردین، اونو آوردین، اونو بردین، این کارو کردین، اون کاری که چی شدین؟ به کجا رسیدین؟ این همه چردی کو دنبتون، پولا تو بانک واسه بپوسه. 20 میلیارد سپرده، چه میلیارد که چی؟ اون که به درد انسان نخوره، یه تاپالگو بیشتر نیستش. تو که از مهنت دیگران بی‌غمی، تمام دی فرمول کلی دنیاست. ما حمله مستقیم به ایران میکنم، تو گوه میخوری، بکن ببین چی ببینی، آخر کارته، بدبختی میشوری فلک زده. تو بخوای به حکومت خدمت کنی، حمله میخوای بکنی. این بچه یه بچه میدونه اینو. شازده یه خاطر رفت اسرائیل، دوستان یه فرصت به اینا بده، چون میدونست اسرائیل در مرز خطرناکه، در مرز افتادن هست. گفت بریم اونجا چیز بکنه به خاطر محیط زیست و بخاطر آب. ببینید بشر رو، فداکاری گذشت رو ببینید، حرف به جو خریده بینید. ولی اونا لیاقت ندارن شازده عزیز.
شاهزاده من محمدی رو به قول میدم، قول هر چی بخوای بدم، ما هزاران برابر متخصص و کارشناس آب بیشتر از اینا داریم. من تو ایران دیدم مهندسای زمینشناسی ما یه سنگ رو لیست میزنن میگه چه آب هست یا نیست. زمان قاجار، میرزا آقاسی، اون زمان کارشناس آب تو دنیا تک بودند. اما اسرائیل اومدن با نفوذی که قبل از این حکومت نکردن، آمدن سی کانال رو گرفتن، کارشناس حرف نداره، خیلی خوبه. ولی در منطقه آبیابی ایرانی تو دنیا تکن، هنوزم تکن، چون سابقه قراراتشون بهتر از من میدونید. دوستان تمام خونه‌های روستایی قدیم توشون قرات آب رد میشد، آب برداشت میکردن، آب خوردن بشه برداشت میکردن، آب سالم برداشت میکردن. ما در دنیا در نظر قنات سازی و افسون تکیم، هنوز هیچ کس به گرد پای ما نرسیده، 10% ما نرسیده، چون اروپایی آبشون جوری که خودتون میدونید بارادی و فلان فلان فلان. آمریکا که تا 200 سال اومده و آفریقا هم که بازه همین مشکل اروپا رو داره، ولی ما تو این منطقه خشک و کویری و افسارهم آب داشتید زیرزمین داریم، هرچند که سپاه اومد و همه کار تونست کرد. اما اسرائیل، چون من حدود 1700 دوست اسرائیل خوب دارم، جوانه خیلی خوب دارم، فهمیده دارم، به اندازه هر کمزه پرسو میفهمند و درک میکنم اسرائیل رو. اولی سوالی که از من کردن پشت در نفرش تو زوم، آقای محمد شازه چرا اومد ایران؟ گفتم به خواهی خاطر اومد. گفت عجب آدم باوش و دوراندیش و مردم دوستی. گفتم همینه، اون اومد از صنعت در تیر شما استفاده بکنه، پولش هم بده. ولی اسرائیلی‌ها اون افرادی بالاش هستن، اون دوستا و کسافت‌ها، کسافت 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 با کسافت جور در میان، در تخته هم جور در میان. اون ریش کسافت، اون اعمال کسافت، اون اعمال وقت مردم کش، اینا ذاتشونه. نمیتونه، عادت کرده، ترک عادت موجب مرضه. شما 74-75 رو میجنگی چیکار کردید؟ به ما بگید چیکار کردید، دستاورد رو من بگید. غیر از اینکه نسلیتون رو دست میدید، غیر از در خانواده خودتون ظلم کرد، ستم کردید، جنایت کرد، خیانت کردید، پسمونه قضا دیگه هم بهش میدید. نمیتونید بخورید، لیاقت ندارید. خوردن مال خودت لیاقت میخواد که شما ندارید. اما اگه شاهد رفت اسرائیل، دوستان من اینجا بهتون گفتم فقط به فقط فقط به فقط دختر این بود که ارتباط برقرار کنه، یه کمکی بهشون بکنه که برگردن و بره آب توی ایران کارهای لازم رو انجام بدن تا مردم ها آسیب زیادتر از این نبینند. اما اونها الاخر اگر حمله به ایران بکنه اسرائیل، گور خود کندی، مطمئن باش گور خود کندی. خامنه‌ای هم که دیگه دیدین ذلت و خفت از سرش میبارید، باز برگشته به حرف اولش، برگشته به تنظیمات کارخونه خودش، ضعیف کشی توف تو شرف نداشتند. آقای خامنه‌ای این دفعه اون دفعه ها نیست، آتش به اختیار، مردم چوب تو اونجای آدمات میکنند، خودشون هم میدونن، به منم میگن، میگه ما این دفعه دیگه حرف اون گوش نمی کنیم. اسرائیل که زدی تموم شد، اونجا زدی تموم شد، فلسطین اونجا کرد، اینجوری شد، اینجوری شد، اینجوری شد، حالا برگشته با داده به سر مردن تخواه زور کنی، چوب تو آستین میکنن. آستین میدونی کجا دیگه، از دهن زدن بیرون کسافت نجاستن. این آدمات هم دیگه میترسن. بسیاری به آقا محمدی ما گفتن بیان آماده باش فلان، برین برای حجاب و برای فلان. اولا که بگه برای ما روز خوری، روز ما آرزوی تموم شد. خامنه‌ای حرف مفسد. چون تو این دولت شاه یک بار نزدی. اما راجع حجاب گفته دوباره. ما هیچ کم نگه نخواهیم رفت، چون دست ما یه باتون دوسته رو نمیدن، میترسن از ماها. گفتم میدونم میترسن، بچه غیر از این راهی بلد نیست، غیر از این چیز خامنه نمیدونه، خودش داره خودشه به اونجایی که حقش هست میرسونه. تعبارش سقوط کرده، درختش سقوط کرده، و اینهایی که توی گوهی و زیادی خورده اونجا بچه دولت خودم میفهمن، همش رو مسخرت میکردند. حالا بارازان تموم شده، بریم تو زخارا رو بگیرید. کجا بودی؟ من گذری کجا بودی؟ آقای زحمت نکش، خسته نکن خودتو. بهتون بگم دوستان، خامنه‌ای الان تمام تلاش هست که اسرائیل به چند جا حمله بکنه، آقای جنگ شده، آقای فلان شده، اون هم دووم نمیره. اون هم اگه حمله رو بکنه، اشتباه بزرگ تاریخ زندگیشو بکنه، در دنیا بایکوت 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 میشه. اسرائیل اگه طالب صدق سعید آمود صدق شاه بوده، آقای من هاشمی رو کسافت نجاست صبح تا شب تو رادی که خودتون خریدید، مال اون هموین کسافت رو، شرمان دیوس رو خرید، بعد همش جنگ 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 جنگ، کور خوندی، پیر سک کور خوندی، اون ساعت دارید خودم سقط میشی، چشا داره داد بزن داره میمیری، و چقدر بازی رو پجوری باختید، قدر ندونستید. شازه فرشته نجات شما بود، ملکه فرشته نجات رو اومد، ولی شما لیاقت نداشتید.
برگشت دوباره به تنظیمات کارخونه خودتون. دوستان بچه هم خواهی که بگیرم با تبدیل شد بذارم صحبت روزی بعضی مسئله خیلی مهم. یکی از بچه های خودشون نوشته برای من که این مسئله جدیدی که خامنه‌ای مطرح کرده پوز خود اونها را خواهد زد. ملت پوز رو میزنن، به خصوص این دهه 80 و 70 آخر 70 80 میگه پوز ما رو خواهد زد، شک داری نیست. مفته به جوان ها بگید که حواستون باشه بازش قرار نگیرید، چون اینا دیگه دستان همه جا کنده شده و بریدن خلاص شدن و جریان اسمان هنیه هم که بچه هاشو کشتن نواهاشو کشتن کار خود بشار اسده. اون صرافی که پولا رو بینا قالب کرد، پول قلابی رو قالب کرد در بایران کار که اونم کشتن، پولا رو نبارد چون پول قلابی خودشون میدونستن. آقای اسمان هنیه می چند روز قبل پیش خامنه یاره بشار اسد جیگرت در میاد، خیال کردی؟ می توطئه میخوای بکنی؟ آقای هنیه بازی رو باختی، همه چی رو باختی، تو امنیت خانواده خودت رو تامین می‌کنی، انرژی تامین می‌کنی، نوه‌ها چه گناه کرده بودن به کشتن دادیشون؟ بشار اسد شمشیر برو شما هدف مطلوب بسته دیگه. اونه که توی چیز کشته شدن، اون 8 نفره که دیروز کشتن 4 نفر رو دقیقا کشتن، اینا که اسرائیل نمیاد بزنه که، شاید چاقو فرستاد بالا هجیمه داده که چاقو سر اینا رو بریده، نه خیر. بشار اسد دیگه دست شما خسته شده از ظلم و ستم، شما حق ملتتون خسته شده، میفهمه که شما دین ندارید، ایمان ندارید، شرف هیچ چی ندارید، پایبند به هیچ اصول و قواعد در دنیا نبوده، نیست و نخواهید بود. خب بچه سرحانی کشته میگه چیه چه فرق اون هم خارج از شهر اتومبیلش زدن، کی زده غیر از اینه که خودش رو زدن؟ اسرائیل بیکاره بدون خود زدن چی کار داره به اون؟ اون آدم خودش بود، همینه آدم خودش بود. اما در هر صورت همه تو قاطی کردید، بقول اون دوید گل سازمان ملل همه چی دنیا به هم ریخته، حقتونه، خودتون کردید. پیش بله گفته که تروریست پسر و چند نوه اسماعیل هنیه در حمله هوای اسرائیل غلط کرده، اصلا چیکار نکرده، خودتون کردی، خود بشار اسد کرده و میخواید اینا چه بیرون شما رو بره گوشون گم کنن. بسته ها و رسانه رسمی گروه افراطی حماس خبر دادن که سه پسر اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در یک حمله هوای اسرائیل به بنوار غزه کشته شد. گزارش ها از روز چهارشنبه 23 فروردین منتشر شده است حکایت از آن دارد که حازم فلان 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 کلاسدایی در دستی برخی منابع فلسطینی میگن در این حمله دستیان سه تن نوای اسماعیل هنیه نیز کشته شدند. بهتر تخم ترکش از بین بره، اینا ریشه‌شون که ریشه‌کن بشن. پیشتر نیز شماری از بستگان نزدیک هنیه در جریان بمباران اسرائیل در نوار غزه کشته شده بودند. ارتش اسرائیل هنوز درباره این گزارش ها واکنشون نداده است. اگر کرده بود همون اما اول هنوز قبل از بسیم ما کردیم، ولی کار خود بشار زده. خبرگزار تسلیم نزدیک سپاه پاسداران واکنش اسرائیل هنیه به این حمله را بازتاب داده و به نقل نوشته خدا را به خاطر افتخاری که با شهادت سه تن از فرزندانم و برخی نواهایم نصیبم کرد شکر میکنم. روز 13 فروردین پلیس اسرائیل اعلام کرد که یکی از خواهران اسرائیل هنیه که در کشورهای اسرائیل است به عنوان مظنون به ارتباط با ترور و تحریک ترور در خانه خود در شهر جنوب اسرائیل بازداشت شده است. صرف لبنان که پوره ایران رو به حماس میرساند به قتل رسید و داستانش اینه که گفتم بهتون. بلومبرگ: حملات بزرگ ایران به سایت های اسرائیل قریب الوقوع است. خوردی با جد آبادت. بلومبرگ در گزارشی به نقل از منابع آگاه نوشت که آمریکا و متحدانش معتقدند که حملات بزرگ موشکی و پهپادی ایران و نیروهای نیابتیش علیه اهداف نظامی و دولتی در اسرائیل قریب الوقوع است. بنظر می رود که ایران به این اهداف غیر نظامی حمله نکند. این حملات احتمالاً با سایت موشک‌های بالستیک نقطه زن رو خواهد داد. خلوپ کلام بهتون بگم، این حملات خود اسرائیل و خود آمریکا انجام میده. وقتی یه جای غیر نظامی نمیزنن، برای آخونده چه فرقی میکنه کجا بزنه کجا نزنن؟ هر جاشو میزنن. چون موشک‌هاش با 20% تروریستی برای میزنه. اما خود اسرائیل میخواد بزنه، سوءحساب تنظیم کنه. از حساب مردم ایران پولی که قرار هست نفتی که هست بردارن، اما این حساب کوره است، به اونجا نمیرسه. ایام بگم روزگارتون خوش.